یعنی روانکاوی میشناسیم. یعنی من برمیگردم ببینم که ریشه این اضطراب در این آدم از کجاست. یه دفعه متوجه میشم که این اتفاقی براش افتاده که از اون بابت ناراحته. میشه کمکش کرد. یه زمانی هست که نه پدر یا مادر نگرانی داشته که این نگرانی رو مرتبط کرده. بنابراین من وقتی به کودکی و گذشته او و مخصوصا ضمیر ناآگاه یعنی سابکانشس او برمیگردم، میتونم بفهمم که ریشه مسئله کجاست و اون زخم رو در ریشه معالجه کنم و بنابراین مشکل رو حل کنم. پس بنابراین یه نوعی روانکاوی است که در حقیقت رفتن به اون گذشته و کودکی و خاطرات فرد و میشه اونجا این کار معالجه رو انجام داد، چون اونجا یه سیستمای مربوطه و مسئول مخصوص خودش داره. سومین کاری که اتفاق میفته که خیلی خیلی شایع تره و مثلا برای ماها تو این جمع میتونه مفید باشه، اون چیزی است که به عنوان کاگنیتیو تراپی یا در حقیقت شناخت درمانی میشناسیم. علتش لطفاً برام توجه کنید، آدم مضطرب معمولا یا عقل نداره یا عقلشو به کار نمیندازه. بله. یعنی آدم مضطرب یا عقل نداره اصلا، چون میدونی 60% مردم دنیا عقل ندارن، همه هوش دارن ولی عقل ندارن. علتش هم این است که اون مرحله آخر عقل که معمولا بین 12 تا 16 سالگی باید اتفاق بیفته، بهش میگیم فورمال اپریشنال استیج، که یه آدمی باید به یه مرحله از رشد برسه که آنچه که مغزش فکر میکنه یا اون پروسس و فرایند ذهنیش منطبق با قوانین طبیعت باشه اتفاق نیفتاده. تمنا کنم دقت کنید مقصود این ارزمنده چیه. آدمی که عقل داره این گونه موجودی است که وقتی که در ذهنش درباره واقعیات جهان فکر میکنه، به گونه‌ای فکر میکنه که روابط جهان بر اون اساس استواره و به گونه‌ای فکر میکنه که قوانین طبیعت کار میکنه. یعنی من اگر به گونه‌ای می‌اندیشم، به گونه‌ای فعالیت ذهنی دارم که با واقعیت دنیای خارج می‌خونه، معقول. و الا اگر من یه چیزی تو ذهنم دارم و دنیا یه جور دیگه کار می‌کنه، معقول ندارم. مثال، وقتی که بچه شما دیر میاد، احتمالاً اگر قرار 10 یا 12 میاد تو شهر سن دیگو، 1 در 100 میلیارد ممکنه براش اتفاقی افتاده باشه و هیچ کس تو زندگی که مختصر عقلی داشته باشه به خاطر احتمال 1 در 100 میلیارد حتی اگر مسئله مرگ و زندگی باشه ناراحت نمیشه. زیرا اگر قرار باشه من و شما بخوایم برای 1 در 100 میلیارد ناراحت بشیم، هیچ وقت پشت فرمون نباید بشینیم، برای که حتما خواهیم بود. هیچ وقت نمیتونیم اینجا غذا بخوریم، برای که مسموم خواهد بود، برای که خطر مسمومیت و خطر اینکه تو اتومبیل تصادف کنیم صدها برابر بیشتر از اینه که فرزند ما آسیب ببینه. بنابراین ملاحظه میکنید من سیستم عقلی درستی رو به کار نمیبرم، برای اینکه سیستم عقلی به من میگه به اهمیتی که مسائل دارم توجه کن. من اگر با اتومبیل 60 مایل سرعت زدم به دیوار، من باید انتظار داشته باشم که 70-80-90% کشته بشم یا آسیب جدی ببینم. ولی من وقتی پشت فرمون نشستم و مواظب رانندگی هستم، قرار نیست که نگران چیزی باشم. برای که اگر قرار باشه نگران چیزی باشم، این مخالف واقعیت زنده بودن و زندگی کردنه. بنابراین ملاحظه میکنید آدم نگران آدمی است که به یک بار احتمال یا حادثه رو 10,000 برابر 100,000 برابر بالا میبره. به طوری که من حتی برخی از وقت تو مهمونی بودم که مردم داشتن تلویزیون تماشا میکردن، گفتن یه بچه‌ای دزدیده شد، این دفعه دو تا مادر برگشت گفتن بچه کجا؟ بچه کجا؟ بله بچه تو اتاق پهلویه. یعنی یه دفعه گفتن پس این بچه دزدیده شد اون است. و تعجب نکنید بسیاری از مادران، اصلا فقط ایرانی نیست، حتی امریکایی، فکر میکنن هر وقت از خونه میان بیرون یه بچه دزد هم دنبالشونه، فقط منتظر اینا 5 ثانیه غفلت کنن بچه رو ببره. و حالا اینکه اصلا همچه چیزی وجود نداره. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که مشکلی که آدمای مضطرب و مشکلی که آدمای افسرده دارن این است که یا عقل ندارن، یعنی مثلا به این مرحله نرسن، یا عقل به کار نمیندازن. علتش هم روشنه. بذارید یه واقعیت بسیار بسیار مهم علمی رو خدمتتون عرض کنم. من و شما یه پروسس ذهنی داریم، یعنی مغز من و شما یه چیزی رو میبینه، به حس مشترک میده، راجبش تخیل و تصور میکنه، راجبش میتونه فکر بکنه، میتونه اون رو ارزیابی بکنه، میتونه راجبش قضاوت کنه، دربارش تصمیم میگیره، میتونه بده به حافظه. یه پروسسی که یا یه فرآیندی در ذهن هست که بین 5 تا 30 تا اتفاق مختلف در مغز میفته از زمانی که من یه چیزی رو میبینم و تصمیم میگیرم براش کاری کنم. درست مثل اینکه فرض کنید شما عرایض منو شنیدی و احتمالاً
ساعت گذشته یا الان به این نتیجه رسیدید که بهتره فردا با یک کسی که تو این کار متخصصه تماس بگیرم و این مشکل رو خودم حل کنم. شما اگر بعد از شنیدن عرایض من یه همچین مسیری رو طی کردید، یه از نظر علمی که وارد بحثش نمیخوام شم 15 تا قدم رو برداشتید. لطفا دقت کنید، از این 15 تا قدم 14 تا قدمش ناآگاه و خودکار صورت، یعنی از این 15 تا کاری که باید انجام بشه 14 تاش خودکاره. درست مثل اینکه من اگر یه غذایی رو قورت بدم یا غذایی رو در دهنم بگذارم، من غذا رو میچوام، بدن قورتش میدم، بعد این وارد سیستم بدن من میشه، یه مقدارش جذب میشه، یه مقدارش دفع میشه. ای بسا از آغازی که غذا رو من تو دهنم میذارم تا جذب و دفع مثلا 20 تا حادثه کاملا مشخص از نظر علمی اتفاق میفته. از نظر فکری هم من و شما 15 تا کار رو تقریبا انجام میدیم تا اینکه یه مطلبی وارد مرحله میشه که من شما یه تصمیم میگیریم و به دنبالش عمل میکنیم. 14 تاش خودکاره، 14 تاش خودکاره. یکیش هست که انسان باید تصمیم بگیره میخواد اون کارو بکنه و درست این کار قبل از درکه، یعنی قبل از understanding، knowledge، knowing و اون فکر کردن. یعنی چی؟ یعنی در انسان فکر کردن به صورت اتوماتیک گذاشته نشده. انسان درباره هر موضوعی باید تصمیم بگیره، میخوام راجبش فکر بکنم، بعدن قبول یا ردش کنم یا نه. بنابراین بنده میتونم یه جایی برم بشینم و تصمیم بگیرم از 500 تا مطلبی که این آدم میگه راجبه یکیش فکر نکنم و بنابراین مطلب رو میگیرم، میپذیرم یا رد میکنم بدون که راجبش فکر کنم. و یا درست برعکس، من میتونم بشینم هر 500 تا موضوعی رو که اون فرد میگه فکر کنم راجبش، قبول کنم یا رد کنم. به بیان دیگه فکر کردن یه عمل کاملا ارادیه. معلوم اگر انسان یاد گرفت که فکر بکنه شروع میکنه در بیشتر موارد فکر کردن، و اگر یاد گرفت که فکر نکنه شروع میکنه به فکر نکردن. و تعجب نکنید بسیاری از مردم دنیا وقتی باشون حرف میزنید همون 5 دقیقه اول میشه فهمید فکر میکنن یا نمیکنن. درست مثل این است که من اگر غذایی رو بخورم دو تا کار دارم، یکی اینکه باید بجوم که یه تصمیمه، یکی اینکه تصمیم میگیرم نه چون خیلی نیست قورتش بدم بره پایین. درست مثل قرصی که میخورم به یه ماده‌ای که احتیاج به اونقدر جویدن نداره. من فقط در قسمت جویدن هست که باید تصمیم میگیرم، بقیه که کارایی است که در درون صورت میگیره من دخالت ندارم، اون کارا خودش اتوماتیک صورت میگیره وقتی در حالت عادی هستن. حالا آدمای مضطرب آدمایی هستن که در اون موارد به خصوص تصمیم گرفتن فکر نکنن. من این کامل کنم به همین جد است که تازه رستم با کسی بحث کنم. یعنی من وقتی پسرم یا دخترم گیر اومد ناراحت، من دارم چرا ناراحت؟ مادرم دیگه از این حرف ببخشید احمقانه تر نمیشه. لطفا از این بازی در بیاید. این که مادری معناش چیه؟ این که مادری یعنی من فکر غلط میکنم، عقلم رو به کار نمیندازم، میخوام رنج ببرم و رنج بدم، تکلیف من روشن بود. یا وقتی که میگید مادرم یعنی من یه موجودی هستم که تصمیم گرفتم یه کسی رو به این دنیا بیارم و با تمام وجودم به بهترین صورت ممکن اون رو پرورش بدم. اینو روشن کنید. اگر مفهوم مادری اینه چون نمیتونید بگید من مادرم، خب مادر که مادری، چون این بازی رو میکنید. بنابراین مسئله‌ای که وجود داره این است که من و شما روزی که اگر عقل داریم عقلمون رو به کار نمی‌ندازیم گرفتیم. در مورد مواردی که نگرانید لطفاً بشینید یه دفعه بگید من می‌خوام بشینم و ببینم این داستانی که این اتفاقات میفته به من اینقدر ناراحت میشم موضوعش چیه و شروع کنید راجبش فکر کردن. به بعضی اوقات احتیاج دارید دانشتون رو افزایش بدید و یا کمک بگیرید. خیلی راحت متوجه میشید که شما قرار نیست نسبت به این مسائل حساس باشید. شما قرار نیست که بگیرید بشین تو زندگیتون همیشه نگران مردن باشید. هیچ دلیل علمی برای این وجود نداره که انسان نگران مرگ باشه. قرار نیست که انسان نگران این بشه که من مریض میشم و نگران مریضی باشه. برای اینکه در این گونه موارد بر فرض که اتفاقی افتاده با دنبال راه حلش رفت، نگرانی هیچ مسئله به مشکلی حل نمی‌کنه. به همین جهت است که از هر 10 تا آدم مضطرب و از هر 10 تا آدم مخصوصاً 10 تا آدم افسرده 9 تاشون، یعنی 10 تا آدم مضطربه یا 10 تا آدم افسرده 9 تاشون مشکلشون مشکل فکر نکردن و فکر. و بنابراین اگر انسان حاضر باشه این مسائل رو برای خودش یه دفعه فکر کنه که راحت میشه. حالا ما غالب اوقات این اتفاقات در دورانی در زندگیمون افتاده که یا تا 7 سالگی یا 12 سالگی بوده یا حتی 16 سالگی که اصلا فکر نداشتیم
یا اینکه در بزرگسالی اتفاق افتاده که راجبش فکر نکردیم. بنابراین بسیاری از اوقات من اگر یک کسی بیاد فردون و مشکل استراب یا افسردگی داشته باشه، بعد از اینکه اطلاعات کلی رو میگیرم که خاطرم از بابت مسئله ارثیش آسوده بشه، به مسائل خاصی که تو زندگیش اتفاق افتاده توجه میکنم و برخی از وقت این اضطراب افسردگی رو به عنوان adjustment disorder یعنی یه اختلال موقتی میدونیم که تا 6 ماه پشت سر گذاشته میشه که میشه توجیهش کرد، اگر دیدم هیچ کدوم از اینها نیست و خواستم براش تصمیم بگیرم که این آدم major depression داره، یعنی افسرده است یا anxiety داره یا generalized anxiety داره، من در 90% موارد مشکل فکر کردن این آدم، یعنی فرض کنید نگران مثلا فرزندش. حتما این است که خیلی خوب بیا حادثه ای که تو فکر میکنی رو ببین چجوریه. تو فکر میکنی که فرزندت که داره این کار رو میکنه این اتفاق بد برش میفته، بیا ببینیم که چقدر این اتفاق بد این آدم رو رنج میده و بیا ببینیم که این رنج چگونه خواهد و بیا تجزیه و تحلیل کنیم ببینیم که چه خبر خواهد شد و بعد حتی بیا نگاه بکنیم ببینیم که تو با نگرانی چی کار میتونی برای این آدم بکنی یا نکنی و وقتی شما بتونید با یه آدم چی بحثی بکنید به یه نتیجه میرسه. غالب اوقات من فکری که دارم غلطه، حالی که دارم اشتباهه، مفید نیست، درست نیست، خوبم نیست. روزی که شما به این نتیجه رسیدید، کاری که حرفی که دارید میزنید یا فکری که دارید نه درسته، نه خوبه، نه مفیده، شما حالا باید یه تصمیم بگیرید. من میخوام با این مبارزه کنم و جلوش بگیرم. و روزی که این تصمیم گرفتید همینجا 50% مسئله حل. و اینجاست که شما آمادگی پیدا میکنید یه کارایی بکنید، اما روزی که نخواهید این کارو بکنید در میاد. من حوصله این کارو ندارم، من دلم نمیخواد خودمو درگیر این نوع بحث و گفتگو کنم و به همین جاست که بسیاری از مردم چون میدونن در مقابل یه بحث و گفتگوی عمیق سنگین در مقابل کسی که آشناست نمیتونن مقاومت کنن، کوشش میکنن که یه همچین جایی نرن، به همچین کاری نکنن. به همین دلیل است که من و شما اگر درباره چیزایی که نگران هستیم بشیم یه دفعه فکرشو بکنیم، یه دفعه متوجه خواهیم شد که اصلا ماجرایی نیست. من همین امروز قبل از اینکه بیام اینجا دو تا کیس داشتم که یه ذره عوضش میکنم. یکی 9 تا 10 تو دفترم داشتم که یه آدمی میامد که با یک کسی برای مدت طولانی، نمیخوام بگم چه مدتی، قرار بود با هم ازدواج کنن، اما دو تا مذهب متفاوت داشتن و به دلیل این مذهب متفاوت که من یه قاعده ای دارم، کاری که نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نمیخوای تموم کنی، شروع نکن. و از اونجایی که تو ازدواج مسئله مذهب و فرهنگ مهمه، به صورت عمومی نه راجب شما با من بحث نکنید، به صورت عمومی با ازدواج آدمایی که مذهبشون متفاوته، فرهنگشون با هم متفاوته مخالفه. یعنی این کار رو یه کار خطرناکه. این درست مثل اتومبیلی میمونه که به جای اینکه سرعتش 30-40 مایل باشه، تا پشتش نشستید سرعتش 80 مایل، بنابراین جریمه ها رو خواهید گرفت. خطر تصادفای جدی هم خواهید داشت. و به همین جد است که آدم چون وقتی که نزدیک شد و دوست شد و علاقه من شد، حالا دیگه به اون ماجرا فکر نمی کنه، بهتر از اول شروع نکنه. یعنی من از اول با یک کسی که مذهبش متفاوته بیرون نمیرم که بعدا گرفتارش بشم، بعد معطل گونم حالا چه خاکی سرم کنم و گرفتاری دیگر رو به وجود بیارم. این آدم ها بعد از این مدتی آمدن، صحبتی که من باشون داشتم قبلا و الان این بود که خیلی خوب چون هر دو نگران شدن، بذارید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. و چون هر دو تا آدمای تحصیل کرده باهوشی بودن، متوجه شدن که دارن یه اشتباهی میکنن که بهتره این اشتباه رو نکنن، با وجودی که به هم علاقه مندن، زیرا عشق و محبتی که به هم داشتن و انسی که در این مدت طولانی با هم داشتن به اندازه کافی نمیتونست مسائل و مشکلاتشون رو حل کنه. یعنی 10 دلاری که اینا داشتن توانایی رو بهشون نمیداد که یه چیز 15 دلاری بخرن. پس بنابراین موضوع منتفی نیست. از اونجا اومدم وسط راه با یه دوستی که با من تماس میگیرن قرار گذاشتم که دو ساعتی با اونها بودم. مسئله و مشکلی که اونا داشتن، پدر و مادر نگرانی بودن درباره دخترشون و بعد حرف من بود که خیلی خوب بذارید ببینیم که چه اتفاقی میفته و یادتون باشه با من صحبت کنید، بازی در نیارید. و اومدم قدم به قدم مسئله مطرح کردم و بهشون نشون دادم نگرانی که شما دادید حتی 10% هم به رنج عادی دختر شما که تو زندگی باید بکشه اضافه نمیکنه. پس این علم شنگه ها چیه که تو قش میکنی اون زخم میکنه اون مرض شده اون یکی افتاده اون میگه دیگه نمیخوام ببینم چون میگه از این خونه باید بره بیرون؟ اصلا این داستان از کجا دارم؟ یعنی شما دو نفر چجوری میتونید منو قانع کنید که میتونید واقعا این همه بقا و بدبختی رو برای دخترتون تصور کنید که الان از ترس احتمال اتفاقش اینجوری قش کنید؟ خب شد که شد. چرا؟ برای اینکه روزی که شما تو ذهن خودتون میرید و حاضر نیستید عقلتون رو به کار بندازید، توانایی اینو دارید
که هر ضرر و خطری رو هزار برابر کنید، نه یه برابر، نه دو برابر، نه پنج برابر، هزار بلکه ده هزار. و جالبتر و بدتر چیه؟ شرایطی رو به وجود میارید که رنجی که الان دارید میبرید و میدید که رنج واقعی قطعی موجوده صد برابر بیشتر از اون زمانیست که اون اتفاق بعد بیفته. یعنی من الان رنج میبرم و میترسم و میلرزم و خوابم نمیبره و همه رو اذیت میکنم که اگر مشکل مالی پیدا کردم چی میشه؟ و حالا که یه رفعه متوجه میشم من میتونم برم ایران یا میتونم برم یه شهری این اطراف با 500 هزار دلار که دولت برمیده زندگی کنم، رنجی که میبرم این است اینجا نمیتونم. یا خیلی که رنج بزرگی نیست؟ من چیزی که تو زندگیم دارم از دست میدم عبارت از این است که باید از سان دیگو برم و برم یه جایی بگیرم بشینم و زندگی بکنم که از یه مقدار روابط و شرایطی که الان درش هستم و باش آشناسم دور بشم. رنجشو اگر اندازه بگیرم میشه فرض کنید که 10 واحد، اما نگرانی که من الان از بیپولی و بدبختی دارم 1000 برابره. اونم تازه اون احتمالش از این واقعی است. یعنی بسیاری از چیزایی که من و شما تو زندگی ازش میترسیم وقتی که اتفاق بیفته، وقتی که اتفاق بیفته 1/100 درد و رنجش کمتر از اون چیزیست که شما نگران میشید. دوم نشون میده یه جایی تو وجود شما اشکال داره که شما باید براش یه کاری بکنید و نکردید و این بس اونجا باید پر بشه. و سوم این که شما رو در یه وضعیت و شرایطی قرار میده که میتونید همچنان خوشحال و خوشبخت باشید. من پرامجون اینجاست، به همین آدم ها یه مثالی زدم چون خودش اینجاست. بذار اجازه بدید، اجازه بدید مثالی که برای اونا زدم و بذار خدمتتون عرض کنم. امید میشناسید منو، بهش گفتم که چون مسئله ازدواج اونا بود گفتم درست بسید از که پرهام که اینجا نشسته گل ما باشه بیا به من بگه پدر من میخوام با یه 19 سالشم بیشتر نیست، من میخوام با یه دختر 35 ساله سیاه پوستی که 4 دفعه ازدواج کرده، 7 تام بچه از 4 تا شوهر قبلش داره ازدواج کنم. فرام جو موافقی پسرم؟ اگه بود دار باشه این جناب فیروزی از من صندوقش کم اومده فقط. این 1500 دلار رو امشب بکنم بری شهر کارو بگیری سب کنی پسر من بلند شما ببینید پرام هم خوش و قول نیگه برمان نیگه نه بشه سب اونایی که باید ببیننش میبیننش و... لطفا توجه کنید. گفتم برفرض که بیاد به من بگه پدر من یه همچین کسی رو دوست دارم و میخوام باشه ازدواج کنم، تمنا کنم بپرسه حرفم بهش این خواهد و باورم کنید با تمام وجودم که پسرم دلت میخواد به تو بگم که چرا توی همچین کشش و تمایلی پیدا کردی و دلت میخواد بگم که اون زن چرا میخواد با تو ازدواج کنه، البته بعد از اینکه اون رو من شناختم یا نه. دو تا جواب من داره. یک، آره پسر پدرم بگو که چه خبره، من چرا این کارو دارم، چرا این تمایل دارم، چی شده در من و چرا این مسئله است و چرا مشکلی هست که میتونه بگه به تو مربوط میشه. اگر اولی رو گفت براش توضیح میدم و اگر دومی رو گفت بعدش یه حرف بهش خواهم زد. تمنا میکنم دقت کنی، به من بگو من برای تو چی کار میتونم بکنم. تمام، چیزی پرتاب نکنید. صبر کنید برای اینکه در فرض که این ازدواج بسیار بسیار غلط و بد باشه، اولا وقتی که یه همچین اشتباهی رو داره میکنه، اگر اشتباهی و یه همچین کاری رو میکنه، نشون میده که تو سیستم کلی وجودی این بچه و اون آدم یه مشکلاتی وجود داره و یه مسائلی و یه جاهای خالی وجود داره که یه جوری باید پر بشه و یه اضافاتی وجود داره که فقط واقعیت و تلخی زندگی و در حقیقت قطعیت قاطعیت میتونه اون رو کمکش کنی که بشکنه و بریزدش. یعنی یه جای خالی است که باید پر بشه. یعنی فقط با نصیحت و صحبت و غلط کردی و پدر که من در میارم و برو گم شو اینا هیچ مشکلی حل نمیشه. دوم چه خواهد شد؟ یه مدتی چون ظاهرا به نظر میرسه این دو تایی هم دیگه رو دوست دارن، برای ایام خوب و خوشم من برای چی رنج بکشم؟
خیلی از اوقات من پدر مادر اومدن فرمودن که آقای دکتر این مثلا پسر من اونجا اینجوری داره میکنه اونجا اینجوری میکنه، من میگم ببخشید میتونید براتون توضیح بدم الان داره چیکار میکنه؟ الان مثلا خوشنم بیاره بوسیدن بغل کردن ناز میکنه، چون تو اینجا چه قصه میکنی پسر تو اونجا خوشه؟ حرفی که شما به من میزنید که میدونم یادتون برای من جواب داره این است که خب عاقبتش چی میشه؟ اولا عاقبت همه که مرده، دومین که این عاقبت یه اتفاق بده، ولی این اتفاق بد امروز از نظر علمی میدونیم در بیش از 90% موارد به من شما کمک میکنه و مفیده و من شما رو در سر جای واقعی خودمون قرار میده و به اون کمک میکنه که زندگی درست تری داشته باشید. درست مثل آدمی است که در حقیقت با یه تب یه هشدار بهش داده میشه، با یه دهر و یه تب که یه چیزی تو بدن تو ناراحته و بنابراین من میرم عکسشو میگیرم کارشو میکنم میرم درگیر جراحیش میشم معالجش میشم خوب میشم و جانمو نجات. یعنی بسیاری از کارهای اشتباه و غلطی که من و شما حتی میکنیم یا در این مورد که رمز میکنم عزیزان من و شما میکنن در حقیقت یه جای خالی تو این سیستم وجودیشونه که باید به گونه‌ای پر بشه و نمیشه با ذهن و حرف و سخنرانی حلش کرد و واقعیت باید کار خودش رو بکنه. به همین جهت که تو در خصوص آدمای معتاد بنده اگر 100 تا آدم معتاد به مراجعه کنه و به مرحله از اعتیاد رسیده باشه پدر و مادر رو وادار میکنم که کوچکترین کمکی به بچه نکنن، از در خونه بندازنش بیرون، محکم باش بایستن، چون این تنها راه نجاتشه. چرا؟ برای اینکه مسائلی از نظر روانی وجود داره که آدما باید به یه جایی برسن تا بتونن یه تصمیم درستی در یه زمینه و مسیری بگیرن. و بنابراین من و شما این همه نگران این که بچه این میشه بچه اون میشه بر وضعش این میشه بر وضعش اون میشه این خبران نیست، برای که خود واقعیت این خبران نیست. تازه اگر زندگی رو به میل شما و خواسته شما انجام بدن همچی خیلی خوشحال و خوشبخت نخواهند شد، برای که تازه شمایی که کسی دیگه بودید اینجوری زندگی کردید اگر خوشحال و خوشبخت نیستید. و بنابراین مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هست که در این گونه موارد بیخودی بازی‌های جمعی و اجتماعی یا فرهنگی رو در نمی‌گیرید. لغت‌ها و واژه‌هایی که شما دارین برای بسیاری از حوادث زندگی به کار می‌برید مطلقاً درست نیست. من در زندگی فکر نمی‌کنم از هر 1000 تا حادثه بدی که برای آدم‌ها اتفاق افتاده روی یکی از اینا لغت بدبخت رو زدم. برای که به نظر من مفهوم بدبخت یه شخصیت و یه هویت باخته نابود شده پریشان از هم پاشیده است که قابل جمع و جور کردن نیست. و الا اگر شما از کار بیرونتون کردن، اگر احتمالاً یه مشکلی براتون پیدا شد، اگر تو زندگی زناشویی مسئله پیدا کردی که بدبخت نمیشی. آخه این داستان از کجا در آدم بدبخت؟ آخه اشکال کار این است که وقتی این مسائل و مشکلات رو ندارید خوشبخت هم نیستید. میدونید میخوام چی خدمتتون عرض کنم؟ دوستان عزیز، ما یه ملتی هستیم مثل همه فرهنگ‌ها مشکلات خودمون داریم. ما نگران چیزایی هستیم که اصلا در اون حد نیست. اگر میخواید بفهمید، تمنا میکنم دارید، اگر میخواید بفهمید که حال عادی من و شما چی هست، خواباتون هیچ وقت دیدید؟ شما بعضی وقت خواب میبینید و تو خواب اونقدر اذیت میشید برای که اتفاقی افتاده. ولی اگر این اتفاق تو بیداری بیفته اینقدر اذیت نمیشید. شما میتونید خواب ببینید. رفتی توی مغازه، نشستی غذا خوردی، رستوران. نه تنها ایرانی، یه رستوران آمریکایی. غذا خوردی با حتی دوستت. بعد یه شما دعوت کردی. یا حتی تنها رفتی. دست می‌کنی تو کیفت، تو جیبتون می‌کنی، کیفتون رو نیاوردی. یا تو کیفتون پول نیست. تو خواب اگر این بیاد سراغ شما، واقعا اذیتتون می‌کنه و غالبا بعد از خواب بیدارتون کنه و می‌پرونتون. در حالی که قلبتون هم داره می‌زنه. باحال که در بیداری فکر کنی چی میشه. شما وقتی اینو متوجه شید، اگر آدم سالمی باشی کارشون رو صدا میکنید میگه به منیجرت بگو من یه همچه مشکل دیدارم. در 90% موارد اون رستورانی که شما توش میرید میگه اشکال نداره بعدم پولیش رو بیارید. دومیش برمیگرده میگه اگر یه چیزی دارید اینجا بذارید، ساعتی شناسنامه ای یعنی گواهی نامه ای پول بدید، اگر مثلا مبلغ زیاد شد نه 5 دلار 7 دلار که نمی کنن. بدترین کس میگه نخیر شما باید این پول رو بدید، گوشی تلفن رو بند دارید، به یه دوستی آشنایی بگید ببخش زحمت میشه 10 دلار بردارید بیارید خلاص اونجا میگیرید میشه این چای دیگه میکنم مرد شور اون آب آب روی جناب قربونتون ببینید برزم توجه کنید تمنا میکنم توجه کنید برای که عمق مسئله رو ببینید چون من وقتم کمی شما من وقت منو میگیرید آ جناب بذارید من بگم و برم تمنا میکنم دقت کنید خواهش ازتون میکنم عرضمو بفهمید
من و شما یه چیزی داریم به اسم مغز یا برین که این مغز در طول میلیون ها سال رشد کرد و این مغز تا حدود 50,000 سال قبل رشدش به این صورت بوده که هر وقت یه حادثه مخالفش اتفاق می افتاده مسئله مرگ و زندگی بوده. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیزی باش برخورد پیدا می‌کرده خطر مرگ و زندگی رو براش داشته. بنابراین لایه‌های پایین مغز آماده است و هر مسئله رو مسئله مرگ و زندگی. ظرف 40 یا 50,000 سال اخیر یه تغییراتی درش به وجود آمده، اما هنوز تا 40,000 سال قبل آن چیزی که رشد مغز انسانی همراهش بوده همچنان مسئله رو matter of life and death می‌دونه، یعنی مسئله مرگ و زندگی است. لطفاً دقت کنید، ولی 10,000 سال اخیر اوضاع بهتر شده و مخصوصا ظرف 300-400 سال اخیر خیلی بهتر. بنابراین لایه های بالایی مغز من و شما در حالت عادی من به ماجرا اینجوری نگاه میکنیم، آنچه که دور بر من اتفاق میفته اصلا مسئله مرگ و زندگی من هست. من از کار بیرون میکنم یه جای دیگه کار میکنم، من از این شهر میرم یه شهر دیگه زندگی میکنم. من فرض کنید که عزیزی رو از دست میدم، خودم رو میتونم باهاش سازگار کنم، دارو وجود داره، شرایطی وجود داره، عزیزان دیگر من کنار من هستن، بنابراین من با مشکلات زندگی برخورد. اما بسیاری از مردم هستن که به مجرد اینکه با یه مسئله و مشکلی در زندگیشون روبرو شدن موضوع رو میبرن به لایه‌های پایینی مغز و مسئله رو مسئله مرگ و زندگی میگیرن. این مثالی که جناب مهندس فیروزی دارم، بنده رفتم توی رستوران، اونم حتی نگفتم ایرونی چون یه جوری دیگه برخورد میکنن که اون راحت تره، یه رستوران آمریکایی، برگشتم گفتم ببخشید من کیف پولمو نبردم، فکر کنید مثلا چی بنده میره آبروی بنده چی. اون آدمی هم 1,000 دفعه تو جیبش پول نبوده، اون آدم هم 1,000 دفعه ممکنه فکر کرده که کیفشو برده، بعد اصلا حالا به من نگاه کنه مثلا تو دلش هم برگره بگه دروغ میگه، مثلا چی بنده مثلا یه دفعه نصف بدنم میفته، کبدم از کار میفته، قلبم متوقف میشه، خب اصلا تو دل به من نگاه کنه حتی برگره بگه نه آقا دروغ میگه، میگم نمیگم. صبح تا غروب ننه و بابای من 1,000 دفعه من گفتن خری دروغ میگی نفهمی بیشوری غلاقی آدم نمیشی فلان نمیشی اشتر نشد، حالا یه غریبه برگرمی دروغ تا غالبا هم نمیگه. بعد که شما پولشو میدید، وقتی پولشو دادید دیگه چی فکر میکنه؟ داستان آبرو برای چی؟ اشکال برای چیز دیگه است. شما وقتی همچی اتفاقی میفته تو رستوران پول ندارید، لایه های پایینی مغز میاد، بی آبرو شدی. الان در تمام کانال‌های آمریکایی عکست رو می‌ذارن پر روی غذا خورده پول نداده، مادرم می‌بینه قش می‌کنه، دوستان می‌خندن، اون دختره که میگه خوب شد با این نرفتم بیرون، اون یکی. یعنی ما یه داستان و ماجرا براش درست می‌کنیم که بنده رفتم رستوران پول ندارم. به همین جلسه بعضی از شما تو پشت فرمون نشستی تو فریوی بند میاد و رابندون، آدم عادی فکر کنه رابندون شد، یه کاری که باید بکنم نمیم، میخواستم برم جلسه نیم ساعت دیر، حالا مزخرفات اولاکوی رو نمیشه. اما آدمی که چیز هست بفرم یه شب هم خواستیم بریم مردشور این امریکا رو ببرم که اصلا نیکی نیست بگه که این فریوی های به این گندگی، این همه ماشین برای چی میام بریم، کجا دارید شما آبیم؟ بعد مردشور پولیسشون رو ببرم که وقتی تصادف میشه نمیان، تازه وقتی میان تا 4 ساعت همه راه رو میبند، خب چی خب تصادف گره بری کنار دیگه. بعدم خشمگین و عصبانی به طور که اگر یه ماشین پیچی جلوم این دیگه باور، خب اینو دیگه ببین دیگه همین کم باشی فکر کرده ما منم یه چرخش جلو بهش، ما ایرون راه دیگه کرده فکر بگیم اینا هم راننده بهشون میگن فقط ترمز و گاز بلده هست، ما رانندگی کردیم، حالا عصبانی، حالا کافیست همسرتون یه چیزی به شما میگه که مثلا آرومون بگیر خب بسه دیگه دیگه تو دیگه 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 یعنی شما باور کنید دو ثانیه بعد آماده برای مردن و کشتن، آخه شما من میگه چی شده، خب هلاکوی یه ذری میزنه، خب نزن فکر کنید جایی دیگه برید چه خبره تمنا، یعنی ببینید من و شما یه دفعه ماجراها رو اینقدر بزرگ میکنید که بیا ببینید، یعنی شما بقیه حوادث رو نگاه کنید، مثلا بعضیاتون امروز ماشین خریدید یا ماشینتون خرابه، وقتی میاد اینجا پارک به نگرانی مثلا دو نفر ببینید، مثلا فقط اون دو نفر دیگه چی میشه، خب دو نفر تو ذهن نگاه کنید آره خب از این مالیش خوب بود، خب مثلا چی میشه اتفاقا سراغ تو کم در میاد، روزی که فکرم پول دارید میاد سراغتون. یه دوستی اینا میگم و میرم، یه دوستی اومد پلوی من که من خیلی بدبختم و ناراحتم و حرف چند سال قبل وقتی داستانش رو گفت پشتون مرد
برای چی معطلی؟ یه اعلان ورشکستگی کن، خودتو خلاص کن. آخه این داستان چی برای خودتو؟ نشستم باش حرف زدم، به دو ساعت بعد این کار کرد. باورم کن، شیش ماه بعد اومد. آدم نیست که علی حرفا میست، خیلی هم بوده. دست منو بود، هرچی بگم نه تو. گفت تو نمیدونی، از روزی که این کار کردم خودم خلاص شدم، خانوادم خلاص شد، راحت شد. یه چند تا آدمی که دشمن من بودن که دوباره بهانه میگشتن بودن خاک دوستن، اونایی هم که دوست بودن خب محبتی داشتن که آدم توی این ماجرا میشستی تموم شد. من در گذشته یک شنبه که میشد پرپر میزدم که حالا باید برم سر کار، این چه که به اونجا، اونه به اونجا، اینه به اونجا، با رئیس بانک اینو با اون حرف بزنم، تو به این بگم، تلفن به اون بکنم، استاپ اون بزنم، چک رو امضا نکنم، اونو تاریخ رو عوضی بنویسم، صد جور از این کارا بکنم که بتونم اوضاع رو بکشم. و 11 سال این کار کردم، میگفت به جای رسیده بودم که وقتی نامه میواد اصلا جرأت باز کردن نداشتم، چون مثلا یه خبری توشه، تلفن که زنگ میزد قلبم هر میرید، انسرینگ ماشینم که میخواستم چک بکنم دو دل من خدای بکنم یا نکنم، یه مقدار خودم رو آماده میکردم، روشن میکردم، خلاص کردم رفتم. آخرش این شد که 5 نفر 10 نفر 15 نفر من نگاه میکنن میگن این نتونست تو بیزینس تو امریکا بکنه، سو وات. حالا اصلا تو ذهنشون هم نظرشون راجع به من عوض شده، سو وات. حالا چی کار میکنم؟ حالا تو خیابون که من دیدم و جایی که بگن سلام عرض میکنم دیدم سلام یا اصلا سلام هم میخوام نکنه بدم قربونتون برم. این داستانهایی که من شما برای خودم درست کردیم، یه دنیایی درست کردیم که همینجوری از بالا در شمشیر و گلوله ها میرسه و من و شما اگر جا نمایم خبری نیست. علتش هم خیلی روشنه، اگر چیزایی که شما دارید نصفش از دست بدید، مثل 5 میلیارد، 10 میلیارد، 7 میلیارد، 6 میلیارد آدم دیگه تو دنیا میمونی یا که بودن یا هستن که اونا رو ندارن، تو سمیشه میسون چی تو شده اونا میتونن زندگی کنن خوش باشن، شما نمیتونی. همونطور که عکسش هم هست، اگر شما از این درجاتی که دارید برید بذاره درجات بالاتر، فکر کنید همه چی عوض میشه. برخی از شما فکر کنید اگر این خونه رو داشتم اوضاعم خوب بود، اگر این ماشین رو داشتم اوضاعم خوبه، لطف کنید در اون خونه رو بزنید. ترا ببینم فیلم ببخشید آقا، شما توی خونه هستید خیلی خوشبختی. من قول به شما میدم که بیا تو ببینید چه بدبختی دارم، چون بسا خوب گره برشم. این بسا وقتی پشت در میستید و دوده دیدید صدای دعوا رو میشنه. بنابراین معناش این نیست که آدم نباید زندگی بهتری داشته باشه، معناش نیست که به اندازش پول بدید. لطفا دقت کنید، لطفا لطفا به خاطر یه همبرگر 5000 دلار ندید. معناش اینه که برای بسیاری از چیزایی که تو زندگیتون شما دارید خودتون عزیزانتون درب و داغون میکنید، لذت داشتنشون خبران نیست، با اینکه رنجی که به خاطر اونا برای این مسئله است. به همین دلیل که چندی قبل که اینجا خدمتون عرایزی درباره مسئله موفقیت داشتم این بود، روزی شما موفقی که کاری که میکنید در چارچوب خوشبختی و سلامت روانی باشه، خارج از اون اسمش موفقیت نیست، حال بردنه. معده رو از دست دادی، قلب رو از دست دادی، اعصاب از دست دادی، زندگی رو بر خودتون حرام کردی، دیگران رو اذیت کردی، اما دلتون خوشه، ماشینتون از مدل 84 شده 94. حالا تو نگران قسطشی و بیمشی و خطی که روش میندازی. بانک 84 باشه هر کنم بکنم بکنم. یعنی چی؟ یعنی من شما تو زندگی میتونی یه ذره آرومتر و راحتتر باشین و اون چیزی که تو فرهنگ ما به اسم توکل و تفویض و که در زبان انگلیسی اسمشو گشتن acceptance، پذیرش. اگر این پذیرش رو داشته باشی که چشم من همینه که هست، دماغ من همینه که هست، همسر من همینه که هست، قد من همینه که هست، خونه من همینه که هست، چون 95% این دیار رو نمیتونید عوض کنی، راحت میشی. اما اگر تمام عمرتون میخواد همین چیز رو عوض کنی، جلو آینه که ببینید یه جوری میسته که کتون چیک در به نظر میسته، نه بکنم بلندتر کنید که بلندتر به من که میرسید میخواد یه جوری حرف بزنید، به جایی که بگید شما فرمودید انقدر دست با چی میشید، میگید شما عرض کردید، لفظ قلم حرف بزنید لفظ کلم میشه. تمام مدت نگرانید که الان که من دارم میخورم یواش بخورم که فکر نکنن که من مثلا گرسنه و بدبختم. وقتی که با یه کسی حرف میزنید بی خودی یه جوری وانمود این بازی ها رو در میاد، خودتون اذیت میکنید. حالا جالب اینه که بسیاری از ماها این سیستم رو بزرگ شدیم، همش هم رنج بردیم اذیت شدیم، حالا زور داریم که بچه همونم اینه ما باشم. بعد تو رادیو چهارشنبه عرض کردم پدر مادر رو غالبا برمون من بگن که آقای دکتر بچه های ما گوش به حرف ما نمیده. من میشه میگم ببخشید حرف های شما اصلا شنیدنی بالا
مخاطب میگم قربونت برم، تو اینقدر حرفایی داری که بچه اگر گوش بده مثلا خوشبخت و سعادت من میشه. ممکنه بنده در خدمت یه چند تاشو بگم؟ باور میکنه یکی از این دوستان خوب من جرأت نکره یه جمله به من بگه که بگه من بهش اینو میگم؟ خب اگر اینه اون قاصیت چیه؟ معنای دیگه اینه زندگی رو همینجوری که از بپذیرید، به همونی که دارید خوشحال و راضی باشید، کوشش کنید ازش بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیرید. اینقدر حسرت دیگران رو، رقابت با دیگران رو، نگران قضاوت و نظر دیگران رو نداشته باشید. یادتون باشه این مردمی که اینقدر نگران قضاوت و نظرشون هستید، حتی مرده و زنده من و شما برای قالبشون اصلا فرقی نمی کنه. بنابراین وقتی که این گونه است خودتون چرا اذیت می‌کنید؟ شرایط بس این شرایط سلامتی منه، این زیبایی منه، این خانواده منه، این بچه منه، این همسر منه، اون کار منه، اون شغل منه، ازش دارم بیشترین استفاده رو میکنم. درست به سادمی هستید که بهتون 5 دلار 10 دلار دادن گفتم برو امروز زندگی کن. اولا اینقدر قصه سر این 10 دلار 5 دلار که دیگری 30 دلار داره، اون یکی 40 دلار داره و تمام مدت هر سو جوش نخورید. دوم از این 10 دلار عاقلانه و منطقی استفاده کنید که بیشترین لذت رو ببرید و کمترین رنج رو به خودتون و به دیگران بدید. روزی که این کارو کردید زندگی یه دفعه آروم میگیره و بدنی که داره با این سرعت حرکت میکنه و پر از استرابه یه دفعه آروم میگیره و راه خودش رو میره. در غیر این صورت گرفتاریست. میدونم سوال دارید، میدونم دعوا دارید، میدونم با اینا موافق نیستید، ولی نباشید. حرف رو زدم، کارم رو کردم. کامپالشن یا رفتار اجباری میشه فقط استراب. یعنی روزی که آدم مضطرب باشه یکی از کاراش این است که فکرش رو یا احساسش رو یا ایمپالسش رو یه چیزی متمرکز کنه و دومی که با کارهای تکراری کوشش کنه خودش رو آروم بده. بنابراین هر وقت وسواس داری دو تا علت داره. 10% وسواس کاملا زمینه بیولوژیک و مغزی داره. خوشبختانه یه داروی به اسم آنافرانالین هست که آدمای وسواسی رو خلاص میکنه. اگر اون مشکل دارید 90% آدمی است که مضطرب و نگرانه و این اضطراب و نگرانی رو اگر از بین ببره وسواس میره دنبال کارش. بنابراین ریشه اساسی ابسشن یا وسواس مسئله همین اضطراب است. دو ماه قبل خدمت درس کردم که از کجا به وجود میاد. اصولا ابسسیو کامپالسیو دیسوردر یعنی OCD یا ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر که مخصوصا خیلی آقایون ایرانی دارن، ریشه اصلیش در اون اضطراب و نگرانی. وقتی اضطراب و نگرانی از بین بره، ابسشن یعنی وسواس و کامپالشن یعنی رفتار اجباری هم از بین میره. شبتون بخیر و شب خوب و خوشی داشته باشید. لطفاً به قول اینجا یا تیک دیزی است و امشب من این افتخار داشتم که در شمارش پولهای و کمکهای جمع شده شرکت بکنم و خواستم که نتیجه رو به اطلاعتون برسونم. 55 فقره چک بود که مبلغ کل اونها 275 دلار بود. پول نقد 329 دلار. به این ترتیب جمع کل بود 604 دلار. با توجه به مطالبی که مرتب ما از فیروزی میگویند، لااقل امشب به کسری درآمد فکر کنم اضافه نکرده باشد. از این لحاظش خیلی خوب بود و باید راضی. من که تا اینجا اومدم اجازه بیارید از این یک حسن استفاده بکنم. جناب دوترکوی فرمودن که البته گفتن کلیس استثناء زیاد دارد با من بحث نکنید، ولی گفتن که ازدواج با فردی که از فرهنگ و مذهب یکدیگر نیست این ازدواج رو توصیه نمی کنن، ولی لااقل اطلاعشون بگم که استثناء زیاد دارد. من با کسی ازدواج کردم که نه فقط از یک مذهب دیگه است بلکه از کاملا از یک فرهنگ دیگه هم هست
نزدیک 40 سال است که ازدواج خیلی خوبی هم داشتیم، در حالی که در صدها نفر از دوستان ما که از یک مذهب و یک فرهنگ بودن این ازدواج به هم خورد. من فکر میکنم که شاید در درجه اول واقعا بایستی تعصب نداشت در اون چیزی که گفتی میشود و همدیگر رو فهمید. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، اجازه بدید که در این قسمت از برنامه قرار است که خانم تهرانچی تشریف بیارن و شعری را که ساختن برای ما بخونن. خانم تهرانچی بیارن. عشق را باید به زنجیرش کشند، در دلش آتش بیفروزند، بر تیغش کشند، چشم او گریان نمایند، آه شبگیرش کنند، جام بیمهری خورندش، قل و زنجیرش کنند، تا بداند سوختن، گریان شدن، بیتابی درد فراق، چون به سوزاند و خاکستر کند. من اینو قبلا گفته بودم ولی بعدن روش تجدید نظر کردم. فکر کردم که گر به سوزن عشق را، گر قل و زنجیرش کنند، بر دلش آتش بیفروزن، بر تیغش کنند، دل کجا یابد جلا، در چون آینش قطان نگردد تا نگردد مبتلا. صفحه دل را که می سازد طلا، کوزند آتش به جان، کوره ها سازد نفاق و حیله ها، کوز و داید گرد از آینه ها، کوفشاند اتریاس اندر گل اندیشه ها. نه، پس فکر می کنم که هر زمان عشقی تو را بر جان نشست، راه دل بخشا ببینش، سر فرود آور به سویش، مقدمش نرگس فشان، بگذر از جان، از خود بسوز و خوش بسوز و خاک شو، تا که جانت بی خش و خلت شود، تا که از دودت نوای عشقی زد، تا که در جانت زلال مهر زد، تا همه با شادی و شور و نشاط عشقی زد، تا به سان بلبلی نغمه سرا بگذری از بام درد و کینه ها، سرسپاری در ره عشق و جلا داری گل آینه ها، تا که در آینه شفاف دل جلوه آزادگی را، نور رخشان رهایی را ببینی، تا گل وارستگی ها را بچینی. پر پروازم از توست، دل بیدارم از توست، تو رویت کج مکن، راحت مگردان، نوای پرنواز جانم از توست. ساقیا جامم مده، بی جام می من مست مستم، مست از شهد و شکر در عالم جانانه هستم. ساقیا می را به دور افکن، به دنیایم قدم نه، تا ببینی من چسان با عشق خود سرمست و مستم. می کجا آید به کارم، خمره را خمار را مستان کنم، سا
ساقی و پیر و خم و میخانه را رقصان کنم. زان چه جوشد در وجودم عالمی بیتاب گردد، مسجد و دیر و کنشت و خانه را تابان کنم. در نهادم ساحلیست کو زاهدان رسوا کند، در وجودم عشق او جام مرا با سالکان همپا کند، در درونم آتش و آتش پشان برپا کند، سوزد و خاکسترش آرامشی برجا کند. رویت دیدار او از خاک برگیرد مرا، در صف وارستگان و بیدلان یک جا کند. مست مستم ساقیا، جام تو هم ناید بکار، مستیم از جام هستیست می کجاید بکار. ساقیا جامم مده، بی جام تو من مست مستم، شاهدی از عالم والایان جانان هستم. استاده داشت راجع به مضرات الکل صحبت میکرد، به شاگرداش گفت برای اینکه به رایونت ببینید که الکل چه کار میکنه، من در دو لیوان که یکی آب یکی الکل دو تا کر میذارم، ببینید چه سرنوشتی پیدا میکنم. کرمی را که انداخت آب مقدر، کرم زندمون ترکت کرد و نمرد. اونی که انداخته بود تو الکل بعد از یه مدتی مرد. گفت خب چه نتیجه میگیرید؟ گفت نتیجه میگیریم برای کشتن میکروب های بدنمون باید عرق بخوریم. دوست شما اینجوری فرمید. عرض کنم خدمتتون که آقای هیدری وقتی به اینجا میان و در این شهر مهمان ما هستن، ما به اندازه نیویورکی ها ازشان سوء استفاده نمی کنیم. ایشان یه دفعه گول نیویورک خوردن رفتن اونجا. اولا 27 ساعت در چندین مدت تو هواپیما بودن و شب جلسه تشکیل دادن، بعضی شبها تا ساعت 3-4 بعد از نصف شب بهش گفتن که آقا شعر بخون. این طبقه کم آدم نجیبی بود که بابا خسته میشم خون. بعد اومد 5-6 پوند از وزنش کم شد و 3-4 روزی هم صداش گرفت و مریض شد. ولی ما اینجوری نمیکنیم. ما معمولا به اندازه همون داره که آقای دکتر گفته، ما کاری به رقابت دیگر نداریم، به اندازه خودمون و وسعمون از وجودشون حسن استفاده میکنیم. من خواهشم اول اون با اون شعر بیچاره بشر خبر ندارم، چون امشب به دل من برات شده که به همه بگیم که ما خیلی 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 بهتر از آنیم که خودمون فکر میکنیم. ما خیلی بهتر از آنیم که به دیگران میتونیم بیشتر از اون چی که الان میکنیم محبت میکنیم. هرگز 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 کسی از محبت کردن، ما همیشه احساس پشیمانی میکنیم که چرا اون کاری کردم، چرا این رشته را خوندم، چرا این خونه را خریدم، چرا فلان، حتی میگیم چرا ازدواج فلان. ولی هرگز و هرگز، اونا خلاصه گفتم اونجاش یواش نفهمیدم خانم اینجا زیاده و وقت حتی از ازدواج ممکنه پشیمان شده باشیم، ولی هرگز دیده نشده کسی بیاد و بگه که من از محبت کردن پشیمانم. اگر کسی از محبت کردن به کسی پشیمانه، اون محبت خالصا لوجه الله نبوده، تجارت بوده. اگر مادری به خاطر اینکه زحمت بچه‌هاشو کشیده پشیمانه، تجارت کرد. معمولا مادرها خوشحالن. در ترکی میگه که بالغه آت دریایان، بالغ ده بیلمسه خالق بیلر. Kim? Muhine. Yakçılı kadar at deriyle. Yani ki, bazı vakti miyedinim ambacı ile mahiye ile avurdu kenarı derya ve mahiye derem mi miyre? Mahiye ile verdi, bir endes tu derya.
اگر ماهی هم ندونه خالقش میدونه که شما خوبی کردید، خوبی برای خوبی. و امشب در آخر قسمت برنامه آقای حیدری برای شعر خواندن در مورد خوبی. آقای حیدری فرمایشات آقای دکتر یه جمله بود، امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودیم. هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط نگران بودیم. خب آقای مهندس فیروزی این شعر خیلی دوست دارم. یک روز فرشتگان نشستند در خلوت خیش حلقه بستند، منظور از اون تجمع پاک دستور رسیده بود زفلاک، تا گنج سعادت جهان را اون مخزن پاک بینشان را در جایهی کنند پنهان، تا دست بدون نیابد انسان. هرچند که جستجو نمودند آگاه زهر کجا که بودند، دیدند بشر از آن خبر داشت، آیین صفت بر آن نظر داشت. فریاد به حق رسید که ای دوست فرمای که گفته تو نیکوست، این گنج کجا کنیم پنهان تا دست به دان نیابد انسان. فرمود بشر پر از معماست، یک لحظه چو قطره گاه دریاست، گر خواست که مطلبی بداند بی شبه بدان که میتواند. دانشور و دانش آفرین است، باهوش ترین و بهترین است، هر جا که نهان کنید این گنج پیدا کندش، نمیبرد رنج. یک جای نهانترین مکان است، کن گنج همیشه در امان است، جایی که بشر نمیزند سر تا خون نخورد، نمیزند در اونجا که حریم خانه ماست، هر چیز که گم نموده اونجاست، اونجاست که عشق نطفه دارد، خورشید ازل شکوفه بارد، کانون وفا و مهربانی است، سرچشمه گنج آسمانی است، اون نقطه بکر مانده جان است، اونجاست که آدمی نهان است، انسان همه جا رود جز اینجا، این گنج نهان کنید اونجا. بیچاره بشر خبر ندارد در سینه خود چه گنج دارد. یک نفر خواستن یه نوشته کوچیکی راجب نامه دارم بخونم. اون چنان منتظر نامه ای از سوی تو هم و چنان منتظر قاصدی از کوی تو هم که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد، دشمن جان باشد، قدمش میبوسم تا که دل باخته بره شود، بهترین عاشق این دره شود. و اگر در نامه ننویسی چیزی، همه احساس تو را در همون صفحه بی حرف و کلام، مو به مو خواهم خوند، به راحت خواهم موند، نامت خواهم خوند، بهر من نامه بده، بهر من نامه بده. این آخرشی که میخونم دیگه. نه مرادم، نه مریدم، نه کلامم، نه پیامم، نه سلامم، نه علیکم،
نه سپیدم نه سیاهم، نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خوانی، و نه اون گونه که گفتند و شنیدی و تو دانی. نه سماعم نه زمینم، نه به زنجیر کسی بسته و نه بنده دینم، نه چنان چشمه آبم نه سرابم، نه برای دل تنهایی تو جام شرابم، نه گرفتار و اسیرم، نه سفیرم، نه فرستاده پیرم، نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم، نه جهنم نه بهشتم، نه چنین بوده سرشتم. این سخن را من از امروز نگفتم ننوشتم، بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتند. حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هو، نه به این است و نه او، نه به جام و نه سبو. گر به این نقطه رسیدی، به تو آهسته و سربسته و در پرده بگویم، تا کسی جز من تو نشنود این راز گهربار جهان را. اون چه گفتند و سرودند، تو آنی، خود تو جان جهانی، گر نهانی یا عیانی، تو همانی، تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی و ندانی و ندانی و ندانی که تو اون نقطه عشقی و تو اسرار نهانی. همه جایی تو، نه یک جا، همه پایی تو، نه یک پا، همه ای، با همه ای، هم همه ای، بی همه ای. تو سکوتی، تو خود باغ بهشتی، ملکوتی، به تو زوگن. گر این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی، در همه افلاک خدایی، نه که جزئی تو، و نه چون آب در اندام سبویی، خود اویی، خود اویی، به خدا. تا به در خانه متروکه هر عابد و زاهد به گدایی ننشینی، و به جز روشنی و شعشعی پرتو خود هیچ نبینی و گل بس نچینی، به خدا. یه ربایی هم دارم همیشه، این آخرین تعدیله. ای رهرو به کوی دوست، دل سرد نباش، ره باش برای دیگران، گرد نباش. بسیار بسیار گرانبهاست این یک دم عمر، در کوچه روزگار ولگرد نباش. شب دکتر آقای چنان من از اینجا نگاه میکنم، خیلی سخته اینجوری شعر خوندن. یه معلم اینجوری بالا سر آدم باشه. ما شما رو تقصیم. خب دوستان عزیز، کتاب سوم شد ان شاء الله به زودی چاپ خواهد شد. سوم آقای داری کتاب چهارم مقصود شد. روز هفتم نوامبر در خدمت خواهیم بود. لطفا اگه یادتون باشه ساعت هفتی را که در فلایر است 6:30 بکنید، چون از ساعت 6:30 کرایه اینجا داده میشه. الان یه خانمی فرمودن که چرا ادامه نمیدید، کاش میتونستیم ادامه بدیم، برای اینکه این سالن فقط 4 ساعت در اختیار ماست و باید ببندیم و تحویل بدیم، در غیر این صورت جریمه میکنن و مشکل خواهیم داشت. من دلم میخواد در آخر جلسه یک بار دیگه تشکر بکنم از تشریف فرمایی فرفرد شما، تشکر بکنم از آمدنتان، و جمله را که همیشه تکرار میکنم باز هم تکرار بکنم که شما به صندلی های بی جان جان میدهید، قدمتون مقدمتون گرامی است، و از چند از جوانان دلم بخواد که در برچیدن این صندلی ها به ما کمک بکنن، چون چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم که باید سالن رو تحویل کتابخانه بدهیم. خیلی ممنون، شب شما بخیر. آقای دکتر محمد.
مهراز رفتم. خانم ببخشید، آقای دکتر مهراز کیم قضیه؟ من رفتم. شما شماره تلفن از خانم میگیرید؟ چون تر میگیرید؟ نه خانم بدی، خانم بدی، خدا حافظ شما. دلمی شما؟ Thank you.